جلسه 15 هست و داریم در خصوص دعای ربانی با هم دیگه صحبت میکنیم. در باب این دعای زیبا داریم دعا میکنیم و بخشی رو که از هفته گذشته شروع کردیم بهش نگاه کردن، قسمتی است که عیسی مسیح به ما گفت که برای نان روزانه دعا بکنیم، برای نان روزانه دعا بکنیم. و عیسی مسیح این رو اینطور بیان کرد: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. جلسه گذشته مقدار به داستانهای دیگه نگاه کردیم که به ما کمک میکرد تا موقعیت و وضعیت عیسی مسیح رو در اون زمان بفهمیم و حرکاتی رو که انجام میداد در زیر نور اتفاقاتی که در قرن اول، در 20 سال بعد از تولد عیسی مسیح در اسرائیل به وقوع می‌پیوست، رو حرکات مسیح رو در اون چارچوب و در اون متن و ساختار بتونیم دنبال بکنیم، معنای عمیق‌تری رو از کارهای مسیح بتونیم بفهمیم. و صحبتم رو هفته گذشته با این خاتمه دادم که گرسنگی و تشنگی دنیا یک مشکل اقتصادی نیست. گرسنگی و تشنگی دنیا دلایل خیلی عمیق‌تری رو داره. دلایل این ضعفی که انسان درش گرفتار هست یه معضل روحانی هست و در نتیجه پاسخ و واکنشی که باید نشون بدیم، نبردی که باید درش درگیر بشیم، یک نبرد روحانیه. تا زمانی که عیسی مسیح بیاد و هر اشکی رو از چشمان ما رو پاک بکنه، مرگ رو برداره، نیازهای جسمانی ما رو فراهم بکنه، تا اون زمان به هر حال داریم با این کاستی ها می جنگیم، داریم با این دردها و ضعف ها دست و پنجه نرم می کنیم و ما هم در رفع نیازهای مردم خصوص اهل ایمان نقش اساسی رو داریم. اصلاحگران در تأکید این حقیقت هیچ وقت خسته نمی شدن، الان هم نمی شن. خیلی روی این غیرت دارن که اعلام بکنن نجاتی که خدا برای ما مهیا کرده تلفیقی از همکاری خدا و انسان نیست. نجات از آن خداست و انسان توانایی افسودن بر این نجات رو و حتی تسریع این واقعه رو و یه آغاز چنین حادثه ای رو توی زندگی خودش نداره. یوحنای رسول این رو به ما یادآور میشه و میگه که او به آن کسانی که او را قبول کردن قدرت داد تا فرزندان خدا گردن، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولد یافتن. اما دعای ربانی تنها به نیایش و بیان خواسته های ما خاتمه پیدا نمی کنه. دعای ربانی تنها با گفتن چند تا کلمه زیبا به پایان نمی رسه. دعای ربانی یادآوری وظایف الهی به اون قدوس نیست تا فهرست کارهاش رو از یادش نبره، توی حفظ تقدس نام خودش کوشا باشه، غیرت داشته باشه، توی گسترش ملکوت خودش کوشا باشه، رؤایای این سلطنت خودش رو به یاد بیاره. دعای ربانی همچین قصد و هدفی نداره. دعا پیش از اینکه درخواستی به خاطر مداخله و عمل الهی باشه تا دست خدا دراز بشه و کاری انجام بده، قدمی هست به سوی تغییر نفس. توی دعاست که خدا درون ما رو تبدیل میکنه، تمایلات و علایق ما رو آسمانی میکنه. توی دعاست که خواسته و آرزوها از حیطه خواهش و آمال به قلمرو عمل منتقل میشه. زمانی که دعا میکنیم، در کنار اینکه اعتقادمون رو به وفاداری خدا اعلام میکنیم، اعتراف میکنیم که خدا امینه، عمل میکنه، ما رو تنها نمیگذاره، خدا ما رو دوست داره، خدا مقدسه و خدا محبته،
کنار اعلان این چیزهایی که از درون بهش باور داریم، آستینهای خودمون رو هم داریم بالا میزنیم و در این بخش از فعالیت روحانی همکار خدا میشیم. در این قسمت هست که ما با کار خدا، با اراده خدا همکاری میکنیم. زندگی مسیحی یک زندگی منفعلی که فقط خدا در درون ما کار میکنه نیست. زندگی مسیحی یک زندگی هستش که ما و خدا با هم داریم عمل میکنیم. درسته خدا ما رو نجات داده، بر حسب فیض خودش ما رو انتخاب کرده، تولد تازهی بخشیده و ما در این قسمت هیچ نقش و توانایی نداریم. در حقیقت کلام خدا میگه مرده بودیم اما الان زنده هستیم. اما بعد از اینکه زنده شدیم، حیات تازهی به ما داده شد، وظیفه ما عمل کردنه. اما سوال این هاست، اینجاست که آیا خدا به همکاری و همدستی من و شما خاکیانی که زندگی اونها مثل یه حباب هست و تواناییشون واقعا به حساب نمیاد احتیاج داره که ما همکاران خدا بشیم؟ شاید خدا استعدادهای متفاوتی به من داده، در مورد خودم صحبت میکنم، اما از یه چیز من مطمئن هستم و اون این هستش که خدا هیچ وقت نخواسته و نمیخواد که من یک شخص فنی بشم. قلم رو راحت به دست خودم میگیرم و مینویسم، اما هیچ وقت نمیتونم یه پیچ گوشتی رو دستم بگیرم، یه پیچ رو قشنگ ببندم. هیچ مهارتی تو این قسمت ندارم. توی سال 2002 وقتی که تازه به آمریکا مهاجرت کرده بودم، یکی از اعضای کلیسا به سفارش یکی از دوستانم منو توی شرکت خودش که مشغول نصب دستگاه‌های تهویه هوا بود استخدام کرد. وظیفه من توی اون چند ماهی که با این متخصصین کار می‌کردم چیزی جز حمل ابزاری مثل پیچگوشتی و درل و اینجور چیزها برای نصب این دستگاه‌هایی که داشتن انجام می‌دادن نبود. وظیفه‌ام فقط این بود که آچار و پیچگوشتی رو به دست این افراد بدم. حالا اسامی خیلی از این ابزارها رو هم من توی این کار یاد گرفتم. بعد از خودم گاهی اوقات میپرسیدم که آیا رئیس این شرکت و این کارمندهایی که دارن اینقدر حرفه‌ای اینجا کار میکنن به من احتیاج دارن؟ آیا اینا نمیتونن این دستگاه ها رو بدون کمک و مساعدت من نصب کنن؟ جواب خیلی ساده بود و پاسخش رو هم من اون موقع میدونستم. البته که میتونستم. تنها دلیلی که من در این شرکت استخدام شده بودم این بود که از این کمک مالی بهره‌ای ببرم. صاحب شرکت اینطور اراده کرده بود تا من در انجام کاری که اون بدون نیاز کسی هر روز به زیبایی به کمال می‌رسید در این قسمت سهمی داشته باشم. خدا هم در مقام خالق قادر مطلق و حاکم بی همتا اراده می‌کنه و خواست حاکمانه او این هست که آن چیزی رو که تدبیر میکنه بدون چون چرا انجام برسه. کلام خدا میگه خدا گفت و شد. اما خدا مایل هست ما رو هم در این فرایند برکت بده، تا سیرت ما رو صیقل بده، تا در این فرصت همکاری که محض فیض زیبای خودش به ما بخشیده مبدل کنه. توی دعای ربانی خدا رو صدا میکنیم و ابهت و شوکت الهی رو وصف میکنیم، اما در همون دم هم وظیفه و مسئولیت خودمون رو نزد او که قادر مطلق هست اعتراف میکنیم و به او قول میدیم که در انجام اراده الهی و خواست ملوکانش انجام وظیفه خواهیم کرد. بنابراین آنچه بر عهده ماست تلاش برای رفع حاجات روزانه ما و البته دیگران باید باشه. اهل خانه و اونهایی که جزء خانواده مسیحی نیستند باید عمل بکنیم. پولس رسول هم ما این رو یادآوری میکنه، به اهل تسالونیکی این رو میگه، میگه زیرا حتی زمانی که با شما بودیم این حکم را به شما دادیم که هر که نمیخواهد کار کند نان هم نخورد.
توی زبان فارسی ضربون مثلا قشنگی داریم که میگه که از شما حرکت، از خدا برکت. و این برکت الهی که برای فقرا و نیازمندان هم طالب هستیم، دوستان، از طریق دستان من و شما بهشون میرسه. به دعاهای خودمون پیش از اینکه شام و نهارمون رو میخوریم برای فقرا و گرسنگان دعا میکنیم. اما این رو باید به یاد داشته باشیم که ما دستان خدا هستیم که وقتی که برکت میده باید به اونها برسه. داستان پنج نان و دو ماهی یادتون هست؟ عیسی پنج نان و دو ماهی رو گرفت، به آسمان نگاه کرد، برکت داد، بعد نانها رو پاره کرد و به شاگردان خودش داد تا پیش مردم بگذارن. مسیحی که چنین کار فوق‌العاده‌ای کرد میتونست یک کاری انجام بده که توی دامن هر کدوم از اینها این نانها بیفته، اما عیسی مسیح نانها رو به شاگردان خودش داد تا پیش مردم بگذارن. توی نسخه یونانی این دعا واژه‌ای استعمال شده که برگردان اون به زبان‌های مقصد رو کمی سخت کرده. یه واژه‌ای است به نام، یا یه واژه یونانی است که میگیم اپیوسیوس. واژه اپیوسیوس که به فارسی نان روزانه و یا کفاف ترجمه شده، توی زبان انگلیسی به دو معنای نان فردا و نان روحانی هم برگردانده شده و توی تاریخ کلیسا معانی مختلفی به خودش گرفته. دلیل تفاوت نظرهایی که در این خصوص وجود داره در باب استعمال این واژه این هستش که این واژه تنها یک بار توی کتاب مقدس استعمال شده و در حقیقت پژوهشگران نتونستن این واژه را حتی توی نوشته های غیر مذهبی یونان باستان هم پیدا کنن. گمان میکنم تنها یک نسخه کوچک، یک تکه از یک منیوسکریپت رو پیدا کردن که به نظر میرسید لیست خرید بوده و این واژه به اون معنای، به معنای لیست خرید اونجا نوشته شده بوده، ولی در نهایت واژه اپیوسیوس در جایی، نه در قسمت های دیگه عهد جدید و نه در نوشته های یونان باستان یافت میشه. بنابراین واژه بسیار سختی هست برای ترجمه کردن، واژه منحصر به فردی هست که متا از این واژه استفاده میکنه در دعای ربانی و باعث شده که بعضیا این مقدار براشون مبهم باشه که واژه اپیوسیوس معنای اصلیش چیه. آیا عیسی مسیح از ما درخواست کرد تا برای نان کفاف و روزانه خودمون دعا کنیم، یا مقصود مسیح خوراک روحانی بود که باید در پی یافتن اون کوشا باشیم؟ پدران کلیسا در رفع ابهام این واژه ترجمه های مختلفی رو ارائه دادن. گفتن یکی، یه سری گفتن این نان روزانه میشه، یه سری گفتن نه این میشه نان فردای ما، بعضی هم گفتن نه این اصلا معناش نان روحانیه، نان روحانی ما رو امروز به ما بده، یا نان فردا رو امروز به ما بده. اما شاید تمام اون چیزی رو که تا به حال به ما دادن یه جورایی صحیح باشه. باید برای نان روزانه و کفاف خودمون دعا بکنیم، چون که او دهنده نان و رفع کننده نیازهای ماست. نیازهای روزانه ما رو رفع میکنه. او خداست و زمین و پوری اون از آن خودش هست. خدا توانا و مایل تا احتیاجات ما رو رفع بکنه، ما رو با برکات این دنیا سیراب بکنه. اما در این حال میتونیم برای نان فردا هم دعا بکنیم، نانی که در عالم آینده در اون سهمی خواهیم داشت، برکتی که بر روی سفره بره خدا از طریق شرکت در شام خداوند نصیب ازش خواهیم برد. و البته باید طالب نان روحانی هم باشیم، مشارکت با این نان حیاتی که روحای ما رو سیر میکنه و جان ما رو شاداب میکنه. باید از الغاه معنا و مفاهیم روحانی بر متونی که اساساً در تلاش آموزش امور روزانه هستن اجتناب کرد. من زیاد اهل روحانیزه کردن واژه ها نیستم. اگر متوجه باشم مقصود و مفهومی رو که نویسنده توی ذهن خودش داره چیزی دیگه ایه. با این که معتقد هستم که متن این دعا رو
توی کتاب لوقا تأکید بر نیازهای جسمانی ما داره و این حقیقت که متا و لوقا هر دو به یک دعا دارن اشاره میکنن، نتیجتا یک معنا رو باید از اون استخراج کرد و نتیجه طبیعی اون این هستش که برای نان روزانه باید دعا بکنیم. اما وفاداری به متن وسیع ترین دعا رو هم من خیلی بهش توجه میکنم. درسته مقصود عیسی مسیح بوده که برای نان روزانه دعا بکنیم و نه نان روحانی و یا نه نان فردا، اما با این وجود معنای این دعا رو فقط نمیشه محدود کرد به یک مفهوم جسمانی، هرچند مفهوم اولیه این بوده. حالا منظورم رو توضیح میدم. یوحنای رسول به نکته زیبایی توی انجیل خودش اشاره میکنه. توی باب ششم این انجیل روایت تکثیر 5 نان و 2 ماهی رو میخونیم. بعد از اینکه عیسی گروه 5000 نفری رو دید و این جماعت گرسنه رو سیر کرد، به طرف دیگه دریای جلیل رفت. اما طولی نمیکشه که مردم پیداش میکنن و از مسیح میپرسند استاد کی به اینجا آمدی؟ و بعد بهش میگن که این نان را همواره به ما بده. اما جوابی که عیسی مسیح به این افراد میده، افرادی که قبلا با این نان برکت یافته بودن، گرسنگیشون رفع شده بود، عیسی رو به اون افراد میکنه، بهشون میگه من نان حیات هستم، هر که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آورد هرگز تشنه نگردد. به عبارت دیگه عیسی مسیح به این افراد و امروز به ما این رو میگه که نیاز شما خیلی بیشتر و فراتر از نان روزانه است. نیاز شما نان حیاته. این نانی که میخورید و برای اون دعا میکنید و برای کسب اون تلاش میکنید شما رو زنده نگه میداره. اما برای حیات جاودان باید نان حیات رو بخورید و من اون نان حیات هستم. این نان روزانه نشانه ای هست بر اون حقیقت که نیاز ما به مسیح بزرگتر و خیلی فوریتر از احتیاج روزانه است. بدون عیسی اون نان حیات لحظه ای نمیتونیم زندگی کنیم. عیسی مسیح بعد ادامه میده توی انجیل متا، توی همین انجیل یوحنا ببخشید، میگه آمین آمین به شما میگویم که تا بدن پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید در خود حیات ندارید. هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بنوشد حیات جاویدان دارد و من در روز بازپسین او را برخواهم خیزانید. زیرا بدن من خوردنی حقیقی و خون من آشامیدنی حقیقی است. هرگاه برای نان روزانه، برای خوراک و پوشاک و کاشانه دعا میکنیم، به یاد داشته باشیم نیاز حقیقی ما خود عیسی مسیح. انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر می‌شود.